بیانیه منتصب به جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم و حمایت از احکام اعدام معترضان بحث و مجادلات سیاسی را بار دیگر به میان حوزویان و اصحاب فقه و حقوق بازگرداندن آن هم جایی که این احکام بر خلاف نظر علما و مراجع ازام تقلید است. به گزارش همکارم سعید بهاری توجه فرمایید. نزدیک به چهار ماه پس از آغاز اعتراضات خونین در شهرهای ایران و در پی دستگیری ها و سرکوب های خشن معترضان قوه قضایی با هدف پایان دادن به اعتراضات خیابانی به صدور و اجرای احکام اعدام معترضان روی آورد. هرچند موقتا موج اعدام ها پس از اعتراضات برخی فقها و حقوقدانان متوقف شده است اما به نظر می رسد سخن گفتن درباره ابعاد حقوقی و فقهی این احکام تازه آغاز شده جوانمه. باشد اما اعتراضات چهره های فقهی و حوزوی از یک سو و تعدادی از حقوقدانان و دانشگاهیان از سوی دیگر عملا اعتبار علمی و شرعی این احکام را به شدت زیر سوال برد و تلاش کاربران وابسته به حکومت برای دفاع از این اعدامها در شبکه های مجازی همراه با آتش تهیه رسانه های حکومتی و سایت ها و خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی نیز نتوانست ضعف و سستی این احکام را جبران کند. در چون این شرایطی بود که بیانیه منتصب به تشکل حکومتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم به تشویق و ترغیب روند اعدام ها و تحقیر منتقدان پرداخت تا خلعه به وجود آمده را پر نماید. در این بیانیه ضمن حمایت از صدور و اجرای احکام اعدام خواستار تداوم آن همراه با احکام قطع انگشتان یک دست و پای معترضان شده و آمده از قدر شناسی و سپاس خود را از قوه قضایی در محاکمه صدور حکم و اعدام محاربین و مفسدین باقی اعلام میکنیم. آیت الله نازم زاده از اولین کسانی بود که به این بیانیه پاسخ داد و آن را سراسر کز و تهمت و توهین خواند و گفت شما را به فاطمه زهرا سلام الله علیها واگذار میکنم دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران که از جمله فعال ترین حقوق دانان در اعتراض به احکام اعدام در ماه های پس از اعتراضات در ایران بود در توییتی نوشت احتیاط در دما بناع حدود بر تخفیف قاعده در و اصل براعت از مسلمات فقه در باب حدود است مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ای صادر کرده که هیچ نشانی از فقه سنتی در آن نیست جلوه ای از فقه معطوف به قدرت برخی نیز به تشکیک نسبت به اصل موضوع پرداخته و از آنجایی که این بیانیه را مجمع عمومی جامعه مدرسین و نه خود جامعه مدرسین صادر کرده که تشکلی موازی با آن و همسو و فرمان بردار آراء حاکمیت ایران به شما می رود این را یک بازی سیاسی خواندند چرا که جامعه مدرسین با اینکه تشکلی کاملا حکومتی به شمار می رود اما ظاهرا مخالف این اعدام هست. همان گونه که مراجع اعزام تقلید و روحانیون مستقل شیعی در قم و نجف نیز اعدام جوانان ایرانی با عنوان محارب را تایید نکردند مرجع عالی قدر آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی نیز با دعوت از سران حکومت ها به الگوگیری از شیبه حکومتداری پیامبر خدا و امیر مؤمنان علی علیه السلام که کسی را به جرم سیاسی ادام نکردند مخالفت خود را با این گونه احکام ابراز داشتند. از سوی دیگر سکوت معنادار آیات ازام سیستانی و وحید خراسانی و دیگر مراجع مستقل شیعه به معنی عدم قبول این گونه اعدام هاست و بیانگر مخالفت سریح بیانی های روحانیون نزدیک به حاکمیت ایران در تایید اعدام ها با نظر مراجع تقلید سنتی و منتقد نظام این کشور فارغ از این موضوع و اینکه احکام اعدام صادر شده چقدر با قواعد فقهی و مبانی حقوق جزا تطبیق داشته یا نداشته جامعه متدینین و علاقمندان روحانیت شیعه نگران این هستند که با صدور چنین هایی حوزه های علمیه خود را هزینه منازعات قدرت حاکم میکنند و شعن و جایگاه خود را در حد مدافعان قدرت حاکم تنزل میدهند. سعید بهاری اخبار